11 هم بود که میخواستم عرض کنم. نکته 12 هم اینه که در ارتباط با دیگران، اینو به این جهت میگم که خیلی وقتها ماها از اینکه پدرمون رو رنجونده ایم خودمون رو میخوریم و نگرانیم، یا مادرمون رو رنجونده ایم یا دیگه رو رنجونده ایم. اینم من میخوام بگم که باید درش تجدید نظر کرد. ببین، اخلاقی زیستن به این معنا نیست که شما چنان زندگی کنید که از ناحیه شما به هیچ کسی درد و رنج نرسه. اصلا و ابدا. اخلاقی زیستن یعنی چنان زیستن که از ناحیه من درد و رنج غیر لازم به دیگران نرسه، نه درد و رنج نرسه. اگر من اخلاقی باشم واقعا، معنای اخلاقی بودنم اینه که چنان زندگی میکنم، چنان رفتار میکنم، چنان عمل میکنم، اصلا بهتر از همین بگم چنانم که از ناحیه من درد و رنج غیر لازم به شما نمیرسه. اما فقط درد و رنج غیر لازم به شما نمیرسه، درد و رنج هایی هستن که شما میبرید از ناحیه رفتار من، ولی من در را دغدغه شده باشم، اون درد و رنج هایی است که شما خودتون بر خودتون تحمیل کرده اید. ببینید، مثال خیلی ساده بزنم. من یه آدمی هم خیلی خودشیفته، فرض کنید از خودم مثال میزنم، فرض کنید من یه آدم خیلی خودشیفتم و خودشیفتگی هم که خودتون میدونید فرمولش یک چیز بیشتر نیست. خودشیفتگی به لحاظ روانشناختی فرمولش اینه که کسی خودشیفته است که میگه هر چیزی که از آن من است فقط به این جهت که از آن منه بهتر از چیزهای دیگر است که از آن دیگران. حالا این چیزی که هر چیزی میتونه باشه. اگر من گفتم پدر من چون پدر من است از پدرهای دیگران بهتره، مادر من چون مادر منه، به این جهت ها نه به جهت دیگری ها، چون مادر من است از مادرهای دیگران، چون اونا دیگه مادر من نیستن، بهتره. وطن من، کشور من چون کشور من است از کشورهای دیگه بهتر است، چون اون کشورهای دیگه کشور من نیستن. دین من چون دین من است بهتر از ادیان دیگه است، چون اون ادیان دیگه دین من نیستن. این در واقع این عقیده بهش میگه نارسیسیزم، خودشیفتگی. خودشیفتگی یعنی عقیده به این که هر چیزی که از آن من است فقط به این جهت که از آن من است برتر از چیزهای دیگر است که از آن من نیستند، فقط به این جهت که اونا از آن من نیستند. حالا این چیز میتونه بچه من باشه، میتونه پدر من باشه، مادر من باشه، وطن من باشه، رشته تحصیلی من باشه، شغل و حرفه من باشه، همسر من باشه، دین من باشه، مسلک سیاسی من باشه، هر چیزی. درسته؟ خب حالا با این تعریف فرض کنید من مصطفی یه آدم خودشیفته، درسته؟ و چون خودشیفتم میگم هر چیزی که از آن منه ترجیح داره بر هر چیز دیگری که از آن من نیست، فقط به این جهت که این از آن منه و اونو از آن من نیستم. طبعا میگم دین من ترجیح داره بر ادیان دیگه، درسته؟ چون دین من و دین من یه سبک زندگی خاصی را توصیه میکنه، پس این سبک زندگی از هر سبک زندگی دیگه بهتره، درسته؟ حالا دختر من یه سبک زندگی دیگه در پیش میگیره، درسته؟ خب وقتی سبک زندگی دیگه در پیش میگیره منو رنج میده دیگه، درسته؟ اما آیا واقعا دختر من منو رنج میده یا این خودشیفتگی منه که داره منو رنج میده؟ یعنی فرض کنید سبک زندگی دختر من همینی که هست بمونه، هیچ فرقی نداره، اما من این خودشیفتگی دارم درمان بشه. وقت ببینید همین سبک زندگی داره ولی من گرنج نمیبرم. بنابراین این که من رنج میبرم از سبک زندگی دخترم، این در واقع رنج از خودشیفتگی خودم میبرم و این دردیست لازم برای من. من باید اونقدر درد بکشم از خودشیفتگی خودم تا کم کم حواسم جمع بشه و بفهمم که علت العلل ناراحتی های من خودشیفتگی. اینجا دختر من نباید دغدغه داشته باشه که من بابای خودم رو رنجوندم، چون دختر من همین سبک زندگی رو که
الان غیر از سبک زندگیست که من میپسندم در پیش گرفته، همون سبک زندگی رو اگر داشته باشه ولی من تغییر عقیده بدم و دست از خودشیفتگی بردارم، دیگه ناراحت نیستم از دستش. پس معلوم میشه او با من کاری نکرده بود، منم. خودشیفتگی وقتی در من وجود داشته باشه دیگه نمیخوام وقتی شما رو بگیرم. هفتا بیماری اندیشگی در من ایجاد میکنه. خب این هفتا دلنگرانی آوره. توجه میکنی؟ وقتی دارم خودشیفته است، پیش‌داوری داره. پیش‌داوری مثبت نسبت به آنچه به خودش مربوط میشه، پیش‌داوری منفی نسبت به هرچی به خودش مربوط نمیشه. تعصب داره. جزم و جمود داره. بی‌مدارایی داره. آرزو اندیشی داره. استدلال گریزی داره و خرافه پرستی داره. آدمی که خودشیفته است مبتلا به این هفت آفت فکری. خب حالا دیگران دارن زندگیشون رو میکنن، دیگران که با تو کاری ندارن، تو به خاطر اینکه این هفتا بیماری رو داری که همش فرزندان خودشیفتگی هست، تو از دستشون داری میرنجی. خب حالا فرزند من آیا باید دلنگران باشه و اضطراب داشته باشه و بعد بگه من باید مسیر زندگیمو عوض کنم؟ درسته؟ من میتونم. اگر این نظر درست بود که درد و رنج نباید ما تو زندگی به هیچ کسی درد و رنج برسونیم و نه اینکه درد و رنج غیر لازم، اگر نظر این بود که آدم باید چنان زندگی بکنه که به هیچ کس درد و رنج نرسه، میدین اول چیزی که فدا میشد چی بود؟ شد خود اخلاقی بودن. چون شما وقتی اخلاقی هستید، اونایی که از اخلاقی بودن شما رنج میبرن، دارید بهشون رنج میدید دیگه. خب پس برای اینکه رنج نبرن، دست از اخلاق بودن خودتون بردارید دیگه. درسته؟ من اگر اخلاقی باشم، فرض کنید هر کسی که از اخلاقی بودن من رنج میبره، خب من دارم بهش رنج میرسونم. اگه من از جوری زندگی کنم که رنج به دیگران نرسونم، پس باید از اخلاق بودن خودم بردارم. درسته؟ مثلا من اگه اخلاقی باشم خب و بیام رئیس اداره ای بشم، خب من کارمند رو میگم سر ساعت باید بیای، سر ساعتم باید بری، نه دیرتر باید بیای نه زودتر باید بری. کنترلش میکنم که رشوه نگیره هم کارمند خودم رو، کنترلش میکنم که بدرفتاری نکنه. خب یه همچی کارمندان از همچی رئیسی خوششون میاد؟ خوششون نمیاد، طبعا خوششون نمیاد. پس من باید بگم که چون این کارمنده از من در رنجند، با این کاری که من باشون میکنم از من در رنجند، پس من باید رویه ما عوض بکنم. اگر بنا بود که ما جوری زندگی کنیم که هیچ کس در رنج نبره، اول چیزی که این وسط فدا میشد خود اخلاق زیستن بود. حالا قرارم اینه، میخوام اینو بگم که خیلی وقتها دلنگرانی هایی که شما دارید، مثلا خیلی من دیدم مثلا آدم از این جلسه میاد بیرون، یکی مثلا میاد به شما میگه که فلانی من حرف حق زدم ها، ولی میدونم فلانه رنج. خب اگه میدونی حرف حق زده ای، رنجید که گوره باباش که رنج. ما بنا نیست که تو آدم کسی رو نرنجونیم. بله اگه شک داری حرف حق زده ای، اون حرف دیگه ای، اون به خودت مربوط میشه. اگه شک داری که حرف حق زده ای، ولی اگه یقین داری که حرف حق زده ای، دیگه چرا ناراحتی و چرا گلایه داری از اینکه دیگری از من رنجید که رنجید؟ توجه میکنید؟ ما اشتباهی میکنیم، اینو بهش میگیم سنتیمنتالیسم اخلاقی. سنتیمنتالیسم اخلاقی در واقع این ادعای نادرسته که اخلاقی بودن یعنی چنان زیستن که هیچ کس درد و رنج از شما نبینه. توجه میکنید؟ ما به این سنتیمنتالیسم اخلاقی قائل نیستیم. اخلاق در واقع یک نوع راسیونالیسم درش هست، یک نوع عقل‌گرایی درش هست و اون که اگه کسی از دست خودش داره رنج میبره، خب بذار رنج ببره، اون که شماش وارد نکرده ایم. ما در واقع این سنتیمنتالیسم اخلاقی رو داریم و بنابراین وقتی این سنتیمنتالیسم اخلاقی داشته باشیم، بچه هامون هم لوس و نونور بار میاد. چرا؟ چون میخوایم بهشون درد و رنج نرسونیم دیگه. هر چی میخوان در اختیارشون میذاریم، هر چی نمیخوان میگیم خب نخواهید، هر جا میخوان برن میگیم برید، هر جا میخوان نرن میگیم نرید. خب این سنتیمنتالیسم اخلاقی رو ارضا میکنیم، چون درد و رنج بهشون وارد نکردیم، ولی خب بهشون زیان داریم میرسونیم، به خودمون هم زیان میرسونیم، به خودمون زیان میرسونیم، بخاطر اینکه اخلاقی زندگی نکرده ایم، به اونا هم زیان میرسونیم، چون زندگی براشون فراهم میکنیم که بالمعال به مصلحتشون نیست. حالا من میخوام عرض بکنم که یکی از منابع اضطراب های ما اینه که فکر میکنیم باید کسی از ما نرنجه، باید از ما ناراحت نشه، و نمیدونیم که نه اینجوری نیست. آخرش یه کسانی از شما میرنجن و اگه دارید اخلاقی عمل میکنید هیچ مشکلی نیست که دیگران از شما برنجند یا نرنجند. اینم نکته 12. نکته 13 همی که میخواستم عرض بکنم